سلام امیدوارم که خوب باشید ما را با میکسکول تی خیلی خوش اومدید یک رپ حواشی دیگه برای یکی از عجیب غریب ترین حواشی تاریخ رپ فارسی رو با هم داشته باشیم و اونم داستان درگیری خیلی طولانی زیرو تونی و دوست دخترش هست این دوست دختر سابقش الان که این چند وقته ته داستانش بود و بالاخره محسن که تموم شد این داستان میخوام بریم با هم بررسی کنیم این داستانو زندان رفتن زیرو تونی وانکید و واکنشی که بقیه رپکنا به این داستان ها داشتن اما قبل از هر حتما کانال رو سابسکرایب کنید اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه میریم که با هم این رپ هواشی رو داشته باشیم قبل از اینکه بریم سراغ هواشی که هست هول محور زیروتون وانکید یه هواشی دیگه داشتیم هول محور ونتونز و پوریا پوتک و البته جی جی که دوباره یه سری تیکار انداخت اول از همه علیرضا جی جی که چند وقت پیش نوشته بود ایرونی اله دو اگه بخواد بیاد راجبه هاپخونا نیست و شاید اشاره میکرد به سری رپ کنین که از نظر خودش لیمن و اونها را دیس خواهد کرد اما دیروز اومد چی گذاشت همین که میبینید نمیش بعضی از رپرها باعث میشن که بعضی از لیبل ها به هر حال کول cool به نظر بیان و بعضی از رپرها باعث میشن که اون لیبل خز بشه یا اون مارک برند خز بشه که مشخصا منظورش با پوریا پوتک و امیری هست که به هر قرار پروژه از پوریا پوتک به اسم امیری بیاد این چمختم که 6 7 ماه 8 ماه الا یه سالی هست که هر چمخ یه تیکه خب به هر حال عریض جی جی میندازه به پوریا پوتک اینم یکی از اونها بود اما همونطور که میدونید آهنگ آره قرار از آرتا و کوروش بیاد که موزی موزیک ویدیو هم داره به گفته خودشون بهترین موزیکه که تا حالا ساختن و همچنین بهترین موزیک ویدیویی که تا حالا ساختن خود آرتا هم یه وایس گذاشت گفت معلوم نیست که اینو پخش کنیم یهو راپش میکنیم احتمالا تاریخ نداد که مثل اون اتفاقای به هر عرب بریکس و این داستانا نشه و بیاد یهویی یه و کسی نتونه حال حرکتی انجام بده بخواد آهنگی برنامه چیزی دراب کنه که استریم های آهنگو بگیره اما میبینیم کوروش اومد تو تلگرامش یه همچین چیزی نوش. نوشت تا به خودشون بیان یه پروژه جمع کنن سه تا آلبوم از ساید ما اومده که آرتا اینو توی چنل تلگرام خودش فوروارد کرد و نوشت آهنگای شما رو کسی گوش نمیده فکت آقا آره آره هم که اسم این پروژه است و اینجا هم دوباره تیکه انداختن به پوریا پوتک که منظور همونی که به حال پروژه امیری خیلی وقته پوتک داره هایپش میکنه و حالا حالاها آماده نشده و نیامده دو سه بارم به تاخیر افتاده و به حال اینجوری تیکه خودشونو انداختن پوریا پوتک هم به نظر میاد در جواب به این داستان ها اومد همچین استوری گذاش خبرام میرسه جوابا میاد که شاید داره اشاره میکنه به اون دیسترکی که خیلی وقت پیش راجبش صحبت کرد و گفته بود یه آلبوم قرار بیاد که ما فیدش میکنیم حد میزدیم آلبوم آلبوم هوملون باشه که خب حرکتی رو ما از پوریا پوتک ندیدیم علاوه بر اینها پوریا پوتک اومد یک گیفت تو کانال تلگرامش به اشتراک گذاشت همینطور که دارید می‌بینید بغل صحنه که خب به نظر میاد کاوری باشه برای پروژه امیری بریم سر وقت حواشی که از هول محور سیروتونی کید دیروز بود که دیدیم پرسیکت یا همون دوست دختر سابق زیرو تونی یه سری استوری به همین شکل که دارید میبینید گذاشته بود که نشان از دستگیری زیرو وانکید میداد بعد اومد یه لایو گذاشت و تو اون لایو اعلام کرد که من موچ زیرو وانکیدو رو هنگام خیانت گرفتم این بابا هر چی داره از منه ماشین من زیر پاش بوده از این داستان ها لباس ها این اینا همه مال من بوده و ایشون منو ضرب و شب کرده و من به هر حال رفتم و فروختمش رو گرفتنش این داستان ها و خب نشون نشون میداد که یک زخمای رو بدنش هست و ادعا کرد که زیر تونل بانکید اونو پتک زده هنگامی که مچشو گرفته بود بعد از اینها یکی از آهنگسازای زیر تونل بانکید هم اومد اعلام کرد که آقا این پول ما رو نداده اصلا داستانم اینجوری بوده داستانو کامل توضیح داد خب این حواشی ها میچرخید بعضی از رپ کنا ایسین و آدرویت واکنشیشو میدادن همونطور که میبینید آدرویت اومد همچین واکنشی نشون داد که آقا راضی هم از خودم و وایس هم حالا از این در رابطه نمیدم زیر اکثر پیجایی هم که به هر حال این پست و گذاشته بودن آدروید خندیده بود و ایسین هم یک وایس گذاشت که با هم میشنویم آقا صبحتون بخیر مثل اینکه دیشب بهم خبر دادن محمد و بردن آجی خیلی ناراحت شدم خیلی ناراحت شدم اگه کسی اونجا آشنایی چیزی داره حتما بره سفارش کن آجی این بچه رو دوتا چک بش بزنن فکش یه ذره کشتر بشه دیگه اندازه یه قاره فاصله میفته به خدا ایشالله آزادی داشت محمد انقد این دوست دختر تو گرفتی خف کردی گفتی بگو من خوبم بگو من خوبم آخر مثل سگ فروخته از دوست هم شانس نیوردی خاک تو سرت من, من سامبای هم یکی دیگه از رپ بود که واکنششون داد با این پست تلگرامی که نمیشه بود آقا دیدم ویدیو شده دستگیر شده و اینا براش آرزو میکنم جدا از بیف و اینایی که داریم آزاد بشه و همه ما از یک خانواده هستیم و این داستانا که حرکت بحالی بود دمش اما 24 ساعت بعد از این داستان خود زیرو توین وانکید اومد یه سری استوری گذاشت و صحبت کرد با هم میبینیم داداش دیشب یه شب جنجالی رو داشتیم داداش سلول بود ولی تایم داشت بالاخره 500 تا پوشاپ تو سلول بزنه دلیلش هم اینا اینجا زده پوزیشن آف فایر آرم حمل سلاح جرم بود خب حالا اون ساید استوری نمیدونم چی شنیدید ولی پیجی رت ما رو لوداد به خاطر سلاحی که داشتیم و اینا پلیس هم آقا اومد ساید استوری ما رو شنید و اینا دید که سلی توازی شده رو ما ما هم از سلوی گرم و استفاده نکردیم مخصوصا جنس مخالف خب دیگه جی گفتن بیا برو بیا برو 24 ساعت ولی سلولا 500 تا پوشاب زدم هایی ترا خوشحال نشید دیپورت پورت, پورت. سیشتیره بابا سیشتیره بابا خوشحال نشید داداشین زخمام که میبینی همه رو پرژیرت انجام داده ما فقط سعی کردیم ایشون از خونه بندازیم بیرون که بیشتر از این صدمه نزنه نه. همش کار یه دختره داداش وارد رابطه سمی نشو داداش وقتی رد می میبینی اول رابطه داداش وارد نشو نمیشه که داداش یکی همینجوری برگرده بگه تونی همچین آدمیه فیلان بسار تو هم باور کنی بیخیال بود. این استوری حالا میکرد که آقا منو به خاطر حمل سلاح گرم گرفتن و ما 24 ساعت تو بودیم و حتی اشاره میکرد که پرسیکت اونو زده War. میدیدیم که زیرو تونه وانکیت بیشتر کبوده تا خود پرسی کرد که حالا نمیدونیم و اون برگشت داشت نشون میداد که نصفه نشون میداد واکنش هایی که بعد از این ویدیوها به زیرو تورنوانکیت بود اینجوری بود که آقا اصلا حمله سلاح گرم تو انگلیس جرمش خیلی سنگینه حالا من اطلاعی ندارم چون 20 سالی که تو به حال انگلیس زندگی نکردم اطلاعی ندارم ولی خب واکنش های منفی اکثرا اینجوری بود که سلاح گرمونجا بگیرم بیرون نمی و هم کرد که تو توی لایوی که داشت این یه دونه تفنگ بادی داشت و با اون زده بود تو صورت من و اینکه با اون تفنگ هم بخوای کسی رو تهدید کنی که به ترس خودش جرمه یه نکته دیگه هم که هست اون به هر حال برگه که داره نشون میده نصف نشون میده اون متنی که اونجا هست تو وقتی سرچ میکنید میبینید که برای ضرب و شتم درجه دو هستش نه سلاح گرم حالا صحبت هایی بود که زیرو تونی وانکید میکرد فقط یه کوچولو خیلی اندروتیتی بود دیگه چون اینا رو ما از اندروتیت هم دیده بودیم وقتی دستگیر شده بود که آقا من اون تو بودم داشتم شنا میزدم و به حال اینا تمرین میکردم یه کوچولو واکنشه تیتی بود خلاصه پرسی کتم اومد 12 دقیقه لایو گذاشت فکر میکنم و تو این همه داستانا رو اشاره کرد که آقا ایشون خیانتکاره من هواشو داشتم هر چیز لاکچری داره از منه اما یه ادعای خیلی عجیب کرد ما اونم بود که تکس ایشون هم من می نویسم. خب این مسئله نیازمند زمانه که ببینیم راست می گفت یا نه یعنی وقتی ما بعد از جدا شدن از پرسیکت بخوایم بررسی کنیم از لحاظ اینکه تکساش همون شکلی هست یا افت کرده میشه اینو فهمید اما خب ادعایی بود که میکرم گفت شعراش من مینویسم و حتی یه دیسترک هم واسش دارم که قرار منتشر بکنه بعد بیاد ببینیم چه جوریاست آخرای لایوش هم یه تیکه به ممزی انداخت یه فوشی به ممزی داده و گفته شما این چرت و پرتایی که راجع من میگه چرت و پرت و این حرفا لایو زیاده بخوام واسهتون بذارم خیلی مسئله سربر میشه بنابراین تصمیم گرفتم که یه سری قسمتاشو اینجوری واسهتون توضیح بدم در کل مسئله که من دوست دارم اینجوری راجعش حرف بزنم اینه که مسائل در اون خودتون رو هیچ وقت به عنوان آرتیست یا کسایی که به هر مخاطبین بیشتری دارید نیارید تو فضا مجازی بخواید به اشتراک بذارید که حالا خوب بودن یا بد بودن خودتون نشون بدید چون این از اون دسته حواشیه که هر چقدم نگاه بیاد رو طرف یا حالا هر دو طرف اینا باعث میشه که اون تصویر خراب بشه و هیچ سود دیگه ای نداره خلاصه آرتیست دیگه ای که واکنششون داد به این داستان کسی نمود جز نیمان نیموش که خب این چند وقته توی دو سه سال گذشته یه سری به هر حال حرفا رو زده بود راجع به زیرتون مان کید اومد همچین استوری گذاشت که خلاصش اینجوری بود همون داستانی که حمله اسلحه تو انگلیس جرمه اونجا همه رو به قمه و تیزی کشی و اینا میشناسن نه اصله اگه داستانی هم داری پاشو بیا اینجا آلمان ادعا کرد که تو یواشکی میری آلمان میای گفت بیا آلمان بریم رپر خوبی کنی سی بریم تورینگ ببینیم چجوریه اصلا راجبی چی حرف اون حرفا که کوچولو واکنش خیلی عجیبی بود خلاصه این بود از رب هواشی نظر شما راجع این اتفاقات چیه حتما توی کامنت ها بنویسید آیا اون چهره قدیم که از زیرتون میدیدیم گنگ بود و اینها خراب شده یا نه همچنان این هواشی روی ذهنیت شما تأثیری نداشه بجز این نظرتون راجع به کلیت ویدیو نوع ادیتی که جدیدن اومده و این به حال تصویری که بلور داره پشت و اینها برای من بنویسید و کمک میکنه خیلی به اینکه بخوایم برنامه ها رو بهتر کنیم دمتون گرم اسکیتون که لحظه ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم حالتون همشه توپ خوب عالی و بمب باشه تا ویدیو بعدی سیوسان